بلا با دوستاش توی کانتین مدرسه در حال غذا خوردنه که یه پسر مرموز و جذاب وارد میشه. بلا از دوستاش در مورد اون میپرسه. دوستاش میگن که اون پسر عجیبه و درونگراست، با اینکه خیلی خوشتیپه اما به هیچ دختری محل نمیذاره. بلا اونو دید میزنه اما اون با نگاه‌های نفرت انگیز بلا رو نگاه میکنه. وقتی بلا سر کلاسش میره متوجه میشه که پسر همکلاسی جدیدشه. بلا بغل دست اون میشینه اما پسر با نگاه نفرت انگیز دید میزنه و به محض اینکه زنگ میخوره از مدرسه خارج میشه و ازش دوری میکنه. بلا تمام شب رو دودله که چرا ادوارد این همه از اون بعدش میاد. فردا منتظره تا ادوارد بیاد و ازش توضیح بخواد اما ادوارد اون روز به مدرسه نمیاد و همینطور فردا و پس فردا. تا اینکه یه هفته بعد یه روز وقتی بلا وارد میشه اونو توی کلاس میبینه. اما قبل از اینکه بلا چیزی به ادوارد بگه با روی خوش خودشو معرفی میکنه. وقتی بلا میپرسه چرا توی مدرسه نمیومد، ادوارد توضیح میده که برای یه کار شخصی به خارج از شهر رفته بوده. اونا توی راهروی مدرسه با هم در مورد آب و هوا حرف میزنن که ناگهان رنگ چشمای پسر عوض میشه. بلا با تعجب میپرسه که چرا رنگ چشما تغییر کرد. ادوارد میگه که فقط به خاطر بازتاب نوره و سری اونجا رو ترک میکنه. بیرون مدرسه ادوارد همچنان اونو دید میزنه که ناگهان یه ماشین از کنترل خارج و به طرف بلا میاد. به ادوارد با یه قدرت فراطبیعی جلوی ماشین رو میگیره و بلا رو نجات میده. سپس بدون هیچ توضیحی از اونجا دور میشه. عصر اون روز اون از ادوارد میخواد که توضیح بده چطوری تونسته ماشین رو با دستاش نگه داره. اما ادوارد میگه که اون تو سرش ضربه خورده و گیج شده و توهم زده. بلا مطمئنه که اون ماخولیایی نشده. فردای اون روز ادوارد از اون میخواد که بهتر با هم دوست نباشن. اما بلا پافشاری میکنه و اون رو به ساحل دعوت میکنه و ادوارد میگه که نمیتونه بیاد. فردای اون روز وقتی بلا با دوستاش توی ساحل جیکوب دوست دوران بچگیشو میبینه. جیکوب از قبیله بومی اونجاست و اون به بلا میگه که ادوارد نمیتونه تو قلمرو بومی ها وارد بشه. اون افسانه ای از پدربزرگش تعریف میکنه که خانواده ادوارد رو در حال خوردن انسان ها دیده بوده و پدربزرگ یک جیکوب با اونها به توافق رسیده که اگه از قلمرو اونها دور باشه راز اونها رو به کسی فاش نمیکنه. یه شب که بلا داره توی خیابون قدم میزنه، سر و کله چند تا ارزلو باش پیدا میشه و اون رو اذیت میکنن. در این هنگام ادوارد اونجا پیداش میشه و از بلا میخواد که تو ماشین منتظرش باشه و خودش به اونها نزدیک میشه و اونها رو بدون هیچ درگیری از اونجا فرار میکنه. بلا که شاهد این اتفاق تعجب میکنه. توی ماشین ادوارد میگه دلش میخواد برگرده و اونها رو بکشه اما بلا مانعش میشه. ادوارد اونو توی یه رستوران میبره. وقتی بلا میپرسه که از کجا موقعیت منو میدونستی، ادوارد میگه که اون قادر افکار همه مردم رو بخونه به جز بلا. وقتی اونها برمیگردن ماشین پلیس رو میبینه و گویا یه حیوان درنده توی شهر وارد شده و توی تاریکی شب مردم رو شکار میکنه. بلا شک میکنه و بعد از یه تحقیق از همه چی سر در میاره. فردای اون روز اون توی مدرسه به ادوارد محل نمیذاره و به طرف جنگل میره و ادوارد اونو تعقیب میکنه. توی جنگل اون اعتراف میکنه که به راز ادوارد پی برده و میدونه که ادوارد یه خوناشامه. ادوارد اونو با خودش میکشونه و به طرف قلعه جنگل میبره. خودشو زیر نور آفتاب قرار میده و میگه من همینم که میبینی. بهش میگه که ازم دور باش چون من یه خوناشامم، من یه درندم. اما بلا میگه که من ازت نمیترسم و اعتقاد دارم تو به من ضربه نمیزنی. ادوارد میگه از همون لحظه‌ای که تو رو تو مدرسه دیدم سعی کردم ازت دور باشم چون من تو همون نگاه اول عاشقت شده بودم، اما به خاطر تفاوتی که داریم نمیخوام بهت آسیب وارد بشه. بلا در پاسخ بهش میگه که براش مهم نیست اون چیه، اون همچنان دوستش داره و اونا تو وسط جنگل به هم ابراز علاقه میکنن. توی مدرسه وقتی بچه‌ها اونها رو با هم میبینن از تعجب شاخ در میارن. اونا بیشتر اوقاتشون رو توی جنگل میگذرونن. ادوارد به اون توضیح میده خانواده اون همه خوناشامن ولی از خون انسان‌ها نمیخورن، در عوض از خون حیوانا تغذیه میکنن چون نمیخوان شیطان صفت باشن، خودشون رو در برابر انسان‌ها کنترل میکنن. به مدارس معمولی میرن و سعی میکنن مدت طولانی توی یه منطقه زندگی کنن و خودشون رو با انسان‌ها تطبیق بدن. برای شکار هم هفته یک بار گروهی به کوههای خارج از منطقه میرن و از حیوانات وحشی تغذیه میکنن. بلا هر روز عاشق‌تر میشه و ادوارد هم شدیداً عاشق بلاست و حتی اونو به خانواده‌اش معرفی میکنه. بلا حتی برای بازی بیسبال با خانواده ادوارد شرکت میکنه و یه روز اونها در حال بازی بیسبالن و همه چیز خوب پیش میره و ایده‌آله. اما تو وسط بازی اونها سر کله یه خوناشام شکاری پیدا میشه. اونا برای شکار انسان‌ها اونجا پرسه میزنن. وقتی میفهمن تو قلمروی خانواده ادوارد وارد شدن، با اونها صلح میکنن. اونها با هم یه بازی دوستانه میکنن و در جریان بازی یکی از خوناشام‌های شکاری بوی انسان رو حس میکنه و پی میبره که بلا یه انسانه. اون میخواد به بلا حمله کنه اما با خانواده ادوارد مواجه میشن و از اونجا میرن. ادوارد بلا رو از جنگل دور میکنه و در جریان راه توضیح میده که اونها دست بردار بلا نیستن و
زندگی اون در خطره. فردای اون روز مادر بلا که توی یه شهر دیگه است بهش تلفن میزنه، اما اون طرف خط جیمز همون خوناشام شکاریه. اون به بلا اخطار میده که اگه میخواد مادرش رو زنده ببینه باید به تنهایی پیش اون بره. بلا میره و جیمز که میخواد خون اون رو بخوره و به دستش گاز میزنه، ادوارد برای نجات بلا به اونجا میرسه و با جیمز مواجه میشه. بعد از یه درگیری اون رو شکست میده. وقتی میخواد اون رو بکشه، عموی ادوارد میرسه و مانع این میشه. بهش میگه یادت باشه ما هیولا نیستیم. توی وجود بلا زهر خوناشام وارد شده و خون زیادی از دست میده و کم کم داره میمیره. ادوارد برای نجات اون باید زهر اون رو بمکه، پس دست بلا رو گاز میگیره، اما درنده وجودش بیدار میشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه و از خون بلا تغذیه میکنه. عموش اصرار داره که بسه، اما ادوارد همچنان ادامه میده. اون توی بیمارستان به هوش میاد. مادرش کنارشه. به مادرش گفتن که بلا از پنجره افتاده. ادوارد میاد و بلا به خاطر نجات دادنش ازش سپاسگزاری میکنه. اما ادوارد میگه که تو به خاطر من نزدیک بود بمیری. تو باید از من دور باشی تا من نتونم بهت صدمه بزنم. اما بلا اصرار داره که نمیتونه از اون دور باشه و ادوارد ظاهرا قبول میکنه که با هم باشن. تو صحنه آخر ادوارد اونو تو جشن سالانه مدرسه‌شون همراهی میکنه و با هم میرقصن و قسمت اول فیلم به پایان میرسه. جشن تولد 18 سالگی بلاست. همه کنار هم خوشن. بلا کادوهای جشن تولدش رو باز میکنه و دستش زخمی میشه. با دیدن خون بلا، جاسپر برادر ناتنی ادوارد کنترلش رو از دست میده. به بلا حمله میکنه و میخواد خون اونو بنوشه که ادوارد با پس زدن اون جلوشو میگیره. فردای اون روز ادوارد به بلا میگه که خانواده اونا باید شهر رو ترک کنن، چون مردم یواش یواش به خوناشان بودن اونها پی میبرن، چون اونا پیر نمیشن و همه شهر شک کردن. بلا که فکر میکنه ادوارد واسه محافظت اون از دست خانواده این کارو میکنه، بهش التماس میکنه که نره، اما ادوارد با گفتن این که دیگه نمیخواد با اون باشه ترکش میکنه. بلا دچار افسردگی میشه. ماها میگذره اما از ادوارد خبری نیست. پدرش از اون میخواد که از شهر بره تا خاطرات ادوارد رو فراموش کنه، چون قرار نیست اون برگرده. بلا تاکید میکنه که حالش خوبه و برای اثبات حرفاش باید با دوستاش بیرون بره. پس به ملاقات دوست قدیمیش جیکوب میره. ملاقاتهای اونا ادامه پیدا میکنه و بلا بیشتر اوقاتشو با جیکوب میگذرونه. سرگرمیهای جدید پیدا میکنه. جیکوب موتور اونو تعمیر میکنه، بهش موتور سواری یاد میده و یواش یواش به هم نزدیک میشن. توی یکی از همین روزا جیکوب بهش ابراز علاقه میکنه، اما بلا که نتونسته هنوز ادواردو فراموش کنه دو دله. با وجود اون اونا کم کم به هم نزدیک میشن که یکی از دوستان جیکوب مزاحم میشه. جیکوب یهو خیلی خشن میشه و میخواد اونو کتک بزنه، اما بلا جلوشو میگیره و جیکوب اونجا رو ترک میکنه. جیکوب به تماس‌های بلا جواب نمیده و هیچ جای پیداش نیست، تا اینکه توی یه عصر بارونی بلا به خونه اون میره و جیکوب رو میبینه که تو مدت چند روزی تغییرات زیادی کرده. موهاشو زده و برای خودش یه مرد خوشتیپ شده. بلا میپرسه چرا به پیامام جواب نمیدی؟ جیکوب میگه دیگه نمیتونیم با هم دوست باشیم. من قبلا یه بچه خوب بودم، دیگه نیستم. همه چی تموم شد. اگه نمیخوای آسیب ببینی، برو خونه و دیگه سعی کن منو نبینی. بلا دوباره به هم میریزه و توی جنگل پرسه میزنه که ناگهان یه خوناشام شکاری جلوی راهش سبز میشه. اون میگه برای انتقام گرفتن از ادوارد باید بلا رو بکشه، چون قبلا ادوارد یکی از اونا رو کشته بوده. بلا سرنوشتش رو پذیرفته، چشماشو میبنده و برای مردن آماده میشه. خوناشام شکاری با خیال راحت اونو میکشه. نمیتونه بکشتش. از توی جنگل گرگ‌ها بیرون میان. خوناشام با دیدن اونها پا به فرار میذاره. گرگ‌ها به تعقیب اون میدوئن و اونو تیکه پاره میکنن. بلا سری میاد خونه و چیزی رو که دیده به پدرش تعریف میکنه. پدرش که کلانتر شهره برای شکار گرگ‌ها میره بیرون. شب جیکوب از پنجره بالا میره و وارد اتاقش میشه. واسه رفتار اون روزش از بلا عذرخواهی میکنه و میگه یه رازی داره اونو خرد میکنه، اما نمیتونه به کسی در میون بذاره. بلا میگه میتونه بهش اعتماد کنه جیکوب، اما بدون هیچ حرفی از پنجره میپره بیرون و میره. فردا اون روز بلا به خونه جیکوب میره و اونو تو تخت خوابش ناتوان و بیهوش میبینه. بلا فکر میکنه این کار دوستای جیکوبه. اونا هول میده و میگه باهاش چیکار کردی؟ اونا تمسخرش میکنن و بلا عصبانی شده و بهش سیلی میزنه. اون ناگهان به یه گرگینه درنده تبدیل میشه. بلا فرار میکنه و جیکوب نیز به طرف اون میدوه. فریاد میزنه جیکوب فرار کن، اما جیکوب هم مثل بقیه تغییر شکل میده و گرگینه میشه و از بلا در مقابل گرگ ها محافظت میکنه.
لحظه بعد اونا دارن توی ساحل قدم میزنن و بلا میپرسه پس تو یه گرگینه ای؟ اون میگه بله، ژن قبیلمون از گرگ هاست. بعد توضیح میده که ما به هیچ کسی آسیب نمیزنیم و فقط خوناشام ها رو میکشیم. بلا در میان خوناشام ها و گرگ ها احساس تنهایی میکنه، به لبه صخره میره و میخواد با پریدن توی دریا به زندگیش خاتمه بده. خودشو پایین پرت میکنه. تو لحظه آخر زندگیش تصویر خیالی ادوارد رو میبینه که داره باهاش غرق میشه، اما کسی دست اونو بالا میگیره و از آب بیرونش میکنه. اون تو ساحل به هوش میاد. جیکوب به خاطر حماقتش سرزنشش میکنه، اما بلا میگه دلش میخواست بدونه تو لحظه‌ای که به کمک نیاز داره کی بهش کمک میکنه. جیکوب اونو به خونه‌اش میرسونه. توی خونه خواهر ناتنی ادوارد رو میبینه که قادر آینده رو ببینه. اون میپرسه چرا میخواست خودش رو بکشه. بلا میگه آیا ادوارد اونو فرستاده؟ خواهر ادوارد توضیح میده که ادوارد با اونا زندگی نمیکنه و فقط چند ماه یه بار زنگ میزنه. جیکوب میاد تو، اما چون پدربزرگش با خانواده اونا پیمان بسته که به کارشون کاری نداره، دعواشون نمیشه. خواهر ناتنی ادوارد با وارد شدن جیکوب از اونجا بیرون میره. اونا میخوان همو ببوسن که ناگهان تلفن به صدا در میاد. جیکوب جواب میده. اون طرف خط ادوارده. جیکوب به دروغ میگه که بلا مرده. بلا میپرسه کی بود؟ جیکوب جوابی نمیده. خواهر ادوارد دوباره میاد تو و میگه که ادوارد زنگ زده بود و اون فکر میکنه بلا مرده و به همین دلیل اونم میخواد به زندگیش خاتمه بده. بلا با خواهر ناتنی ادوارد راهی ایتالیا میشه تا ادوارد رو از کارش منصرف کنه. اون میخواد برهنه در مقابل مردم شهر ظاهر بشه تا مردم اونو بکشن. دخترها به ایتالیا میرسن. همه مردم لباس قرمز پوشیدن تا خروج خوناشام ها رو جشن بگیرن. ادوارد لباساشو در میاره و داره میره زیر نور آفتاب تا توجه مردم رو به خودش جذب کنه. بلا به طرفش میدوه و قبل از اینکه کسی متوجهش بشه جلوشو میگیره. ادوارد وقتی میبینه بلا زنده است از تصمیمش منصرف میشه و بهش میگه من واسه امنیت تو رهات کردم. در این هنگام می خوناشام ظاهر میشه و به اونها خبر میده ارباب خوناشام ها میخواد اونا رو ببینه. اونا میرن به وزارت خوناشام ها. اونجا رئیس خوناشام ها میخواد بلا رو بکشه چون هیچ انسانی حق نداره از راز خوناشام ها با خبر بشه. اما خواهر ناتنی ادوارد قول میده که به زودی بلا رو تبدیل به یه خوناشام میکنه و اینطوری جان اونو نجات میده. اعضای وزارت از اونا میخوان که به شهرشون برگردن و هر چه زودتر بلا رو به خوناشام تبدیل کنن، در غیر این صورت اون باید بمیره. اونا برمیگردن به شهرشون و توی مسیر راه جیکوب راهشون رو میبنده. ادوارد به خاطر نجات جان بلا ازش سپاسگزاری میکنه. جیکوب میگه من فقط میخوام برات پیمانی رو که پدر بزرگم با پدرت بسته یادآوری کنم. حتی اگه یه انسانو هم گاز بگیری، پیمان بی پیمان. بلا میگه من خودم میخوام خوناشام بشم، اما جیکوب قبول نمیکنه و از اونجا میره. ادوارد به بلا میگه که حاضر اونو به خوناشام تبدیل کنه، اما شرط داره. شرطش اینه که باید با هم ازدواج کنی. و قسمت دوم فیلم به پایان میرسه. اتفاقات بلا و ادوارد زندگی خوشی دارن و همدیگر عاشقانه دوست دارن. با هم دوباره به مدرسه میرن و بلا همه وقت رو با خانواده ادوارد میپره. با جاسپر برادر ناتنی ادوارد، با خواهر ناتنی اون آلیس. آلیس اون قادر آینده رو ببینه. اتفاق وحشتناکی در حال وقوعه. ادوارد همش سعی داره اونو از جیکوب دور نگهش داره تا اینکه یه روز جیکوب میاد جلوی مدرسه اونا. اون به ادوارد میگه که دیشب یکی از خوناشام‌ها وارد قلمرو گرگا شده و بهش اختار میده که پاشونو به اندازه گلیم خودشون دراز کنن. بلا وسط حرفاشون میپره و میگه جیکوب چرا به تلفن هم جواب نمیدی؟ اون میگه حرفی واسه گفتن ندارم و میخواد از اونجا بره. بلا به تعقیب اون میره و سوار موتورش میشه. جیکوب که فکر میکنه بلا اونو به ادوارد ترجیح داده، از شدت خوشحالی توی پوستش نمیگنجه. میبردش تو گاراژ خونه‌ش رو به طور غیر مستقیم باز هم بهش ابراز علاقه میکنه. بلا میگه که تصمیمشو گرفته بعد فارغ‌التحصیلی خوناشام میشه و اینجوری بهش میفهمونه که میخواد با ادوارد باشه. فردای اون روز جفتشون بازم ملاقات میکنن و جیکوب میگه تو باید حقیقتو بدونی بلا و همینطور تمام انتخابهایی که داری. من عاشقتم و ازت میخوام به جای ادوارد منو انتخاب کنی. بلا در پاسخ میگه من همچین احساسی بهت ندارم. جیکوب پافشاری میکنه که نمیخواد بیخیالش بشه و اونو میبوسه. بلا اونو پس میزنه و با مشت میکوبه توی صورتش، اما به جاش دست خودش آسیب میبینه. ادوارد که میتونه فکر مردمو بخونه از این قضیه خبردار میشه. با عصبانیت میاد سراغ جیکوب. بهش میگه اگه یه بار
دیگه به بلا دست بزنی میکشمت. اونا دعواشون میشه اما پدر بلا میاد و قضیه رو حل و فصل میکنه. مدرسه به پایان میرسه. بلا فارغ التحصیل میشه و اون شب رو جشن میگیرن. جیکوب هم میاد توی جشن و از بلا به خاطر بوسیدنش عذرخواهی میکنه و اونم قبول میکنه. همین موقع آلیس خواهر متنی ادوارد میبینه که یه ارتش از خوناشامها آماده میشن تا وارد شهر بشن و بلا رو بکشن. اینو یادتونه خوناشام شکاری که ادوارد اونو برای نجات دادن بلا کشته بود. دوست دختر اون داره انسانهای عادی رو گاز میگیره و به خوناشام تبدیلشون میکنه. اون برای خودش یه ارتش از خوناشامها تشکیل داده تا به شهر حمله کنه و با کشتن بلا از ادوارد انتقام دوست پسرشو بگیره. اون طرف خانواده ادوارد یه جلسه تشکیل میدن و همه ترسیدن چون میدونن قادر نیستن جلوی ارتش خوناشامها رو بگیرن. جیکوب میگه میخواد واسه نجات بلا به اونا ملحق بشه و اونا هم میپذیرن. فردای اون روز گورکا با خوناشام شما به هم ملحق میشن و برای مقابله با ارتش خوناشامها تمرین میکنن. جاسپر برادر ادوارد فرماندهی جنگ رو به عهده میگیره. اون توضیح میده که ارتش خوناشامها با استخدام بوی بلا موقعیت اون رو پیدا میکنن. بلا به جیکوب میگه تو گرگینه ای. بوی تو خیلی تنده. اگه تو منو حمل کنی، بوی تو بوی منو کاملا میپوشونه. ادوارد که نمیخواد اونا به هم نزدیک بشن میگه فکر خوبی نیست، اما با اصرار برادرش قبول میکنه. اون شب ادوارد میخواد به بلا عشقش رو ثابت کنه تا مبادا جیکوب اونو از راه بدر کنه. بهش یه حلقه ازدواج میده و رسما ازش خواستگاری میکنه. فردای اون روز طبق نقشه بلا برای ارتش خوناشامها با خونش طعمه میذاره تا اونا رو به دام بندازن. ادوارد متوجه میشه که اون حلقه ازدواجش رو ننداخته. بهش میگه میترسی جیکوب از قضیه ازدواجمون باخبر میشه؟ اون میگه بهتر صبر کنیم و بعد از جنگ بهش بگیم. در این هنگام جیکوب میاد. ادوارد باش خدافظی میکنه و میره به طرف قلعه جنگل. جیکوب هم باید بلا رو تا اونجا حمل کنه. حملش میکنه و به سمت قلعه میدوه. وقتی میرسونتش بلا ازش تشکر میکنه و میگه الان میتونی برگردی، اما اون میگه که میخواد همونجا بمونه. بلا با ادوارد میرن توی چادر. شب میشه و طوفان شدید از راه میرسه. بلا سردش و نمیتونه بخوابه. جیکوب وارد میشه و میگه از اونجایی که من یه گرگم دمای بدنم خیلی بالاست، اگه کنارش باشم گرم میشه. ادوارد قبول نمیکنه، اما چون دلش نمیخواد بلا بیمار بشه مجبور میشه بهش اجازه بده کنار بلا بخوابه. بلا گرمش میشه و تو آغوش جیکوب به خواب میره. ادوارد با خشم میگه میشه حداقل یکم خودتو بکشی کنار؟ اون میگه چیه؟ به احساسش نسبت به خودت شک داری؟ ادوارد میگه اون عاشق منه. جیکوب میگه میدونم، اما حواسش به منم هست، فقط نمیتونه قبول کنه. بعد میپرسه اگه اون منو انتخاب کنه چیکار میکنی؟ منو میکشی؟ ادوارد میگه نه، چون نمیخوام اونو برنجونم. جیکوب میگه پس چرا میخوای اونو به یه حیوان خونخوار مثل خودت تبدیل کنی؟ اون میگه من سعی کردم مانعش بشم اما اون قبول نمیکنه. جیکوب میگه اون هنوز میتونه نظرشو عوض کنه. ادوارد میگه اون وقت میذارم بره. صبح که بلا بیدار میشه از چادر میاد بیرون، جیکوب رفته و به جاش یه گرگ دیگه اونو محافظت میکنه. ادوارد میاد و میگه جیکوب رفته امنیت مسیر جنگل رو بررسی کنه. بلا میگه واسه دیشب معذرت میخوام. ادوارد میگه مهم نیست، خیلی زود قراره با هم ازدواج کنیم. جیکوب حرفای اونا رو میشنوه. بلا میپرسه میدونستی حرفامونو گوش میده؟ ادوارد میگه باید بدونه، حقشه. بلا میخواد بره بهش توضیح بده. ادوارد سعی میکنه جلوشو بگیره، اما اون که از دستش خیلی عصبانیه میره دنبال جیکوب. جیکوب خشمگینه، بهش میگه شاید اگه خودمو بکشم انتخاب برات آسونتر بشه. بلا التماس میکنه که این کارو نکن. جیکوب میگه فقط یه دلیل برام بگو که چرا این کارو نکنم. بلا میگه برام واقعا مهمی. جیکوب میگه این کافی نیست. بلا یهو میگه ازت میخوام منو ببوسی. جیکوب اونو میبوسه و میره توی جنگل. ادوارد که همه چیزو دیده ازش میپرسه دوستش داری؟ بلا در پاسخ میگه تو رو بیشتر دوست دارم. همینطور که اونا دارن حرف میزنن ارتش خوناشامها میرسن. گورکا با خانواده ادوارد دارن با ارتش خوناشامها مبارزه میکنن که ویکتوریا با دوست پسر جدیدش میرسن به موقعیت بلا. اونا بوی ادوارد رو تعقیب کردن تا به بلا برسن. به ادوارد حمله میکنن. بعد از یه مبارزه طولانی ادوارد شکست میخوره چون اون از خون انسانها تغذیه نمیکنه و این باعث ضعفش شده. درست در لحظه‌ای که میخوان ادواردو بکشن، بلا دستشو میزنه و توجه اونا رو به خودش جذب میکنه. ادوارد با استفاده از این فرصت خودشو آزاد میکنه و یکی از گورکا دوست پسر ویکتوریا رو میکشه. ادوارد هم به ویکتوریا غالب میشه و اونو میکشه. اون پایین توی جنگل جیکوب هم به دست یکی از خوناشامها زخمی شده. دوستاش اونو میبرن خونه. جنگ تموم میشه. اعضای وزارت خوناشامها میان اونجا و تعجب میکنن که بلا هنوز انسانه. بلا میگه تاریخشو تعیین کردیم، خیلی زود انجامش میدم. اعضای وزارت دوباره برمیگردن. بلا به دیدن جیکوب میره. اون میگه نگرانت بودم. بعد از اینکه تو رو بوسیدم ادوارد بهت بدرفتاری نکرد؟ بلا میگه حتی از دستم عصبانی هم نبود، یا از تو. میگه تو رو بوسیدم چون میخواستم ثابت کنم این چیز رو بین ما تغییر نمیده. جیکوب میگه همیشه منتظرت میمونم. و بلا برمیگرده پیش ادوارد و هر دوشون در مورد عروسیشون برنامه ریزی میکنن و قسمت سوم فیلم به پایان میرسه.
روز ازدواجشونه. اونا بالاخره به هم رسیدن و همه موانع رو پشت سر گذاشتن. اما شیخی کردم، مراسم به خوبی انجام میشه. اونا سوگند ازدواجشون رو یاد میکنن و همدیگر رو میبوسن. گرگینه ها هم توی مراسم ازدواجشون شرکت کردن به جز جیکوب. ادوارد اونو بیرون میاره، میگه برات یه سورپرایز دارم. جیکوب اونجاست. بلا میدوه و اونو بغل میکنه و خوشحاله که جیکوب توی عروسیش اومده. ادوارد جفتشون رو تنها میذاره. اونا با هم میرقصن. بلا میپرسه حالت خوبه؟ جیکوب میگه نترس، مراسم عروسی تو خراب نمیکنم. به ادامه میده که از آخرین شب انسان بودنت لذت ببر، چون قراره فردا به خوناشام تبدیل بشی. اون میگه نه اینطوری نیست، میخوام بعد ماه عسل خوناشام بشم. جیکوب با خشم میگه حماقت نکن، یه انسان نمیتونه با یه خوناشام ماه عسل بره، اون بهت آسیب میزنه. بلا میگه این به تو ربطی نداره. جیکوب اونو میگیره و میگه نمیتونی تا این حد احمق باشی. ادوارد میاد بهش میگه خونسردی تو حفظ کن. جیکوب میخواد بهش حمله کنه اما دوستاش میان و مانع اون میشن و از اونجا دورش میکنن. جفتشون توی یه جزیره قشنگ و یه ویلای لاکچری به ماه عسل میرن. فردا وقتی بلا بیدار میشه میبینه از رابطه دیشب آسیب دیده. ادوارد از اینکه بهش آسیب رسونده عذاب وجدان داره، اما بلا بهش اطمینان میده که حالش خوبه. اونا چندین هفته رو اونجا میگذرونن. اون طرف جیکوب خیلی نگران بلاست. دوستاش بهش توصیه میکنن که باید اونو فراموش کنه، اما جیکوب هنوز دوستش داره. یه روز بلا متوجه میشه که حامل است. سرایدار اونا که یه زن از قبیله بومی اونجاست، وقتی میدونه بلا حامل است سریع اونجا میاد و بهش میگه که تو باید اونو سقطش کنی، چون بچه‌ای که تو شکمته نیمه انسان و نیمه خوناشامه. خیلی سریع رشد میکنه و توی زایمان مادرش رو خواهد کشت. اونا سریع برمیگردن خونه‌شون. جیکوب که از قضیه خبردار شده میره خونه اونا. سر ادوارد داد میزنه که تو این کارو باهاش کردی. ادوارد از اون میخواد که با هم به تنهایی حرف بزنن. میرن بیرون و ادوارد میگه جیکوب تو یه رابطه‌ای با بلا داری که من هیچ وقت نمیتونم درکش کنم. ازت خواهش میکنم باهاش حرف بزن و متقاعدش کن که اونو سقط کنه. جیکوب میاد تو و بهش التماس میکنه که بچه رو بنداز، اما اون قبول نمیکنه و میگه این بچه منه و نمیخوام بکشمش. اون میگه که میدونم اون بچه تو رو میکشه و اینجا نمیمونم تا نظاره کنم. بیرون میاد، موتورشو با لگد میکوبه و مثل یه درنده توی قعر جنگل میره. و لحظه ای بعد به گروهش ملحق میشه. همه گرگینه ها ترسیدن و میگن اون طفل یه موجود قوی و خطرناکه، باید قبل از به دنیا اومدنش نابودش کنیم. اما جیکوب قبول نمیکنه و میگه هر کی بخواد به بلا آسیب بزنه با من طرفه و از گروه جدا میشه. جیکوب میاد و به ادوارد خبر میده که گورکا دارن میان دنبال بلا و کودکش تا اونها رو بکشن. برادران ادوارد میگن قبل از اینکه اونا به ما حمله کنن ما باید پیش قدم بشیم، اما پدر ناتنی ادوارد تاکید میکنه که نباید پیمانی که با گورکا بستیم رو بشکنیم. گورکا اون شب میان خونه بلا، اما جیکوب با دوتا از دوستاش دارن بیرون خونه از اون محافظت میکنن. گورکا جرئت نمیکنن حمله کنن. با بزرگتر شدن بچه بلا هر روز ضعیفتر میشه. اون بچه به خون نیاز داره و بلا مجبور میشه برای تغذیه اون خون جانور رو بنوشه. اونا دارن واسه بچه اسم انتخاب میکنن که ناگهان بلا حالش بد میشه. اون در وقت زایمان خیلی ضعیف شده. بچه با هزار مشکل به دنیا میاد. بلا بعد از به دنیا آوردن بچهش قلبش از حرکت وای میسته. جیکوب سعی داره اونو کمک کنه اما جوابی نمیده. ادوارد زهرش رو به اون تزریق میکنه به امید اینکه بلا به یه خوناشام تبدیل بشه و زنده بمونه، اما هیچ جوابی نمیده و بلا میمیره. جیکوب به ادوارد میگه من نمیکشمت، اونجوری زیادی برات راحته، حقت با این درد زندگی کنی. میره بیرون و گریه میکنه. ادوارد همچنان ناامیدانه سعی داره اونو نجات بده اما بلا مرده. خبر به گورکا میرسه که بچه به دنیا اومده و اونا برای حمله آماده میشن. پدر جیکوب میخواد مانع اونا بشه چون نمیخواد جیکوب آسیبی ببینه، اما اونا به حرفش گوش نمیدن و میرن سراغ بچه بلا. گورکا با خانواده ادوارد روبرو میشن، حمله میکنن و جنگ شدیدی بین اونها اتفاق میفته. نگهان جیکوب میپره وسط و بهشون میگه که بس کنید، همه چی تمومه، اگه اونو بکشید منو کشتید. خودشو به گرگینه تبدیل میکنه و با گورکا مواجه میشه. ادوارد میگه اونا به جیکوب آسیب نمیزنن چون گورکا به اون نشانه گذاری کردن و اون برای همیشه از آسیب گورکا در امانه، چون این قانون مطلق گورکاست. گورکا عقب میکشن و از اونجا میرن. ادوارد همچنان امیدشو به بلا از دست نداده و بهش لباس جدید میده. بلا یواش یواش قلبش به حرکت میاد و همه خاطراتش یکی پی دیگری جلوی چشماش میگذره. ناگهان چشاشو باز میکنه و قسمت چهارم فیلم به پایان میرسه.
بلا به خوناشام تبدیل شده و داره از قابلیت‌های جدیدش لذت می‌بره. هر دو با ادوارد میرن برای شکار. مثل یک درنده به جانوران حمله می‌کنه و از خون اونها تغذیه می‌کنه. برمیگردن خونه و دخترشو در آغوش می‌گیره. جیکوب روی دختر اون نشونه گذاری کرده. خب به خاطر اینکه گورکان نتونن اونو بکشن و فکر کنن دختر یکی از خود اون هست. بلا خیلی خشن شده. اونو می‌بره و از خونه پرت می‌کنه بیرون. بهش میگه اون دختر منه، تو حق نداری براش نشونه گذاری کنی. جیکوب هم توضیح میده که این کارو برای محافظت دخترش کرده و بالاخره بلا کوتاه میاد. صبح روز بعد پدر بلا به دیدنش میاد و بلا سعی داره مثل یه انسان معمولی رفتار کنه تا پدرش نتونه اون یه خونه شامه. ادوارد هم دخترشونو میاره و میگه اونو به فرزندی گرفته چون دختر در مدت یک ماه به دنیا اومده. پدرش بدون اینکه چیزی بدونه از اونجا میره. دخترشون با سرعت زیادی رشد میکنه و قابلیت‌های خاصی داره. اون روز داره دونه های برف از روی هوا میچینه که ناگهان یه خونه شام اونو میبینه و از قابلیتش تعجب میکنه. اون به وزارت خونه شام ها میره و به ارباب خونه شام ها گزارش میده که دختر ادوارد و بلا نیمه انسان و نیمه خوناشامه و این برای خوناشام‌های خطر محسوب میشه. آلیس میبینه که توی آینده نزدیک وزارت خوناشام‌ها به اونها حمله میکنن تا بچه رو بکشن. وقتی بلا میپرسه که چرا همه از دخترش وحشت دارن، پدر ناتنی ادواردی اتفاق که توی گذشته افتاده رو تعریف میکنه. در اون دوران کودکانی که به خوناشام تبدیل شده بودن خیلی وحشتناک و قوی بودن. خشمشون باعث نابودی یه روستا میشد و ارباب خوناشام‌ها همه اونها رو نابود کرده. بلا میگه دختر اونو که کسی گاز نگرفته و همینجوری خوناشام به دنیا اومده و با اون کودکان فرق میکنه. جیکوب میگه اما وزارت اینو باور نمیکنه. بالاخره اونا تصمیم میگیرن که از دوستانشون کمک بخوان که شهادت بدن که رنیزی با اون کودکان دیگه فرق داره. اونا میرن تا از یه خانواده خوناشام دیگه کمک بخوان. خوناشام ها با دیدن دخترک میپذیرن که اون براشون تهدیدآمیز نیست. بعد میرن به هند و دوستان هندیشون هم اینو باور میکنن. اونا تو سراسر دنیا میرن و همه رو گرد هم میارن تا به بی خطر بودن دخترشون شهادت بدن. روز موعود فرا میرسه و همه اونها منتظر وزارت خوناشام ها. وزارت خوناشام ها با یه لشکر عظیم میان اونجا. گورکان هم برای حمایت خانواده ادوارد میان اونجا. پدر ادوارد میگه بیاین با هم گفتگو کنیم و متمدن باشیم. هیچ قانونی زیر پا گذاشته نشه. همه خوناشام ها اینو میدونن. ارباب از ادوارد میخواد دستش رو به اون بده تا اون بتونه افکارش رو بخونه. بعد از گرفتن دست ادوارد و خوندن افکارش میگه میخوام دخترت رو ببینم. بلا، جیکوب و دخترک میان جلو. دخترک اونو لمس میکنه و ارباب درک میکنه که دختر برای اونها تهدیدی به شمار نمیره، اما توضیح میده که انسانها با تکنولوژی پیشرفتهشون واسه ما تهدید بزرگی هستن. ما نمیدونیم وقتی این دختر بزرگ بشه تبدیل به چی میشه. توضیح میده که اگه اون بعد از بالغ شدن انسان بشه، رازمون رو فاش میکنه و این باعث نابودی همه خوناشام ها میشه. آلیس میاد و دستاشو به اون میده تا ارباب از طریق اون آینده رو ببینه. ارباب خوناشام ها آینده رو میبینه. اون میبینه که تا لحظه بعد بین اونها جنگ در میگیره و اون با ادوارد در حال مبارزه است که بلا سر اون رو از تنش جدا میکنه. ارباب از دیدن مرگش دست بلا ترسیده و آلیس میگه همه چی رو دیدی که قراره چه اتفاقی بیفته، مگه اینکه تصمیمتو عوض کنی. ادوارد هم قول میده که دخترش تهدیدی برای خوناشام ها نیست. اعضای وزارت سعی دارن اربابو قانع کنن که بجنگه، اما ارباب که میدونه اگر بجنگه میمیره، میگه ما چیزی برای جنگیدن نداریم، همه چیز خوبه و اونجا رو ترک میکنه. اونا برمیگردن خونه و ادوارد به خاطر همه چی از جیکوب تشکر میکنه. توی صحنه آخر بلا و ادوارد به هم قول میدن که تا ابد با هم باشن و فیلم به پایان میرسه. ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اسم فیلم‌های پیشنهادیتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.